شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال آفریدگار تمام موجودات و کائنات هست، زمین و زمان را، انس و جن را و تمامی مخلوقات و آفریدگانی که ما میشناسیم یا نمیشناسیم، همه اش خلق شده و آفریده الله متعال هستند. اما الله متعال از میان مخلوقات خودش برخی موارد را انتخاب کرده و به آنها ارزش و مقام خاص و ویژه‌ای را داده. از میان زمانها الله متعال این ماه مبارک رمضان را به عنوان یکی از زمانهای برتر و یکی از اوقات بهتر و با ارزش انتخاب کرده. ماه مبارک رمضان مانند ماهای دیگر نیست، بلکه این ماه بر ماهای دیگر برتری دارد و ارزش و مقامی را دارد. بدین خاطر الله متعال وقتی که روزه رو در این ماه فرض کرده، در کنار روزه مزیت‌ها و ویژگی‌هایی را به این ماه مبارک رمضان عنایت کرده. یکی از ویژگی‌های ماه مبارک رمضان که در احادیث آمده و حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده و در صحیح بخاری و مسلم نقل شده، حدیثی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اذا دخل شهر رمضان، هنگامی که ماه مبارک رمضان فرا می رسد، فتحت ابواب السماء، دروازه های بهشت باز می شوند و غلقت ابواب جهنم، دروازه های جهنم بسته می شوند و سلسلت الشیاطین و شیاطین متمرد در قید و بند هستند. الله متعال در این ماه مبارک رمضان دروازه های رحمتش را می گشاید و دروهای عذاب و شکنجه اش را که دروازه های جهنم هستند اینها را می بندد و شیاطینی را که باعث اغوا شدن و باعث فریب خوردن انسانها می شوند، این شیاطین را به غل و زنجیر می کشند. پس بنابراین این فرصت استثنایی هست که الله متعال در اختیار من و شما قرار داده، برای این که ما بهتر به خداوند متعال برسیم و این جایگاه را ما دریافت بکنیم که در روز قیامت جزء مهمانان ویژه الله متعال باشیم. الله متعال این فرصت را در اختیار من و شما گذاشته و زمینه را فراهم کرده، دروازه های رحمت را گشوده، دروازه های عذاب را بسته و شیاطینی را که باعث می شوند که انسان به بیراهه برود، این شیاطین متمرد را الله متعال زنجیر کرده. و این فضیلتی هست که در غیر ماه مبارک رمضان در روزه ها و ماه های دیگر این فضیلت وجود ندارد. و همچنین در حدیث دیگری هست که بازم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هر کسی که این ماه مبارک رمضان را با ایمان و احتساب، با این باور که این ماه مبارک رمضان ارزش دارد، مقام دارد، با این ایمان که این روزه ماه مبارک رمضان کفاره گناهان انسانهای گناهکار می شود،
اگر کسی با این باور و با این ایمان و با این امید این ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که الله متعال به خاطر روزه گرفتن همین ماه مبارک گناه‌های روزه‌داران را معاف می‌کند. چه بسا ما از گناه و معصیت‌هایی که انجام دادیم پشیمان شده ایم، دنبال یک بهانه‌ای هستیم که این گناه‌ها معاف بشوند. الله متعال این پرونده‌ای را که ما سیاهش کردیم با گناه و معصیت، می‌خواهیم که این پرونده را دوباره الله متعال برای ما مثل روز اول بگرداند. این فرصتی هست که الله متعال در اختیار من و شما گذاشته. و رسول الله می‌فرمایند که هر کس ماه مبارک رمضان را با ایمان و احتساب و با این باور و اعتقاد روزه بگیرد، الله متعال تمامی گناهان گذشتهش را معاف می‌کند. و همچنین نه تنها رمضان بلکه موارد دیگری هم وجود دارد که به عنوان مکفرات معروف هستند، یعنی اینکه کفاره گناهان من و شما می‌شوند. بزرگترینشون همین ماه مبارک رمضان هست. چی بسا ماهی رمضان دوباره تکرار بشود، سال دیگر این رمضان دوباره بیاید، اما من و شما شاید وجودی رو نداشتیم. شاید این ماه مبارک رمضان آخرین فرصتی هست که به عنوان رمضان در اختیار من و شما قرار گرفته. پس بنابراین این فرصت را غنیمت بشماریم. رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. عبادتی رو که ما انجام می دهیم، نمازهای پنجگانه، از این نماز تا نماز دیگر، از این نماز جمعه تا جمعه دیگر، از این رمضان تا رمضان دیگر، تمام این موارد جز مکفرات هستند. یعنی این نماز تا نماز قبلی گناهانی را که در این فاصله شما انجام دادید، این نماز باعث می شود که گناهان شما معاف بشوند. این جمعه تا جمعه قبل، این عبادت و نماز جمعه سبب می شود که گناهان شما در طول هفته معاف بشوند. و این رمضان سبب می شود که گناهانی که شما انجام دادید از این رمضان گرفته تا رمضان سال قبل، الله متعال به خاطر این رمضان و به خاطر این عبادت تمامی این گناهان را از شما معاف می کند، به شرط این که شما از گناهان کبیره اجتناب بکنید. برای گناهان کبیره ای که انجام دادید باید توبه بکنید، استغفار بخواهید از الله متعال، طلب مغفرت بکنید، عذر بخواهید از درگاه الله متعال و بخواهید که شما را معاف بکند. اما گناهان دیگری که از شما سر زده، گناهان صغیری هستند که در این میان هست، حتی بدون این که شما توبه بکنید، فقط به مجرد این و به محض این که شما نمازهای پنجگانه را بخوانید یا نماز جمعه را بخوانید یا این ماه مبارک را روزه بگیرید، الله متعال این گناهان را از شما خواهد زدود و پرونده شما پاک خواهد شد. پس بنابراین بر ما لازم هست که بعد از این که نمازی رو خوندیم باید بیشتر مواظب باشیم تا اینکه مرتکب گناهی نشویم. بعد از این که از نماز جمعه بیرون آمدیم باید بیشتر مواظب اعمال خودمون باشیم. بعد از این که این ماه مبارک رمضان رو الله متعال به ما این فرصت و توفیق رو داد که این ماه رو عبادت بکنیم و در این ماه روزه بگیریم، مواظب باشیم که بعد از ماه مبارک رمضان ان شاء الله اعمال خودمون را در واقع بررسی بکنیم و به صورت دقیق‌تر این اعمال را ما انجام بدهیم. تا برنامه دیگر که مطالبی دیگر را در باره ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض می کنم، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.